سلام همگی، شاهین هستم و قرار در مورد یه سریالی صحبت کنیم که این چند هفته خیلی سر صدا به پا کرده و مخاطب خیلی زیادی به خودش جذب کرده. اسم این سریال هست فالکون و وینتر سولجر. این سریال همونطور که میدونید جزو خانواده ماروله و قرار در مورد شخصیت سم ویلسون و باکی بارنس داستانگویی کنه این سری و حوادث 6 ماه بعد از اتفاقاتیه که توی اونجرز اند گیم افتاد. ما تو این سریال قرار شاهد شخصیت های جدیدی باشیم که دو مرتبه قرار برگردن به این سریال، مثل شارون کارتر و از طرفی هم شخصیت منفی و شروری که خب همتون میشناسید با یه ماسک بنفش همیشه دیدینش به اسم بارون زیمور، و از طرفی قراره که شخصیت یو اس ایجنت به این سریال اضافه بشه و برای اولین بار توی سینمای مارول معرفی بشه. ولی خب توی سریال به اسم یو اس ایجنت معرفی نمیشه و به اسم کاپیتان امریکا معرفی میشه و قراره اصلا سپر کاپیتان رو داشته باشه و نماد جدیدی باشه براشون و در اساس یه کاپیتان امریکا جدید باشه. معرفیش خبری اومد که مشخص شد که بازیگرش رو تهدید به قتل کردن و اون بنده خدا تمام صفحه مجازیش رو پاک کرد و رفت که دیگه این اتفاق براش نیفته. خب قرار این سریال یه سریال اکشن سیاسی و اجتماعی باشه و در مورد ماجراجویی باکی بارنز و سم ویلسونه که کل داستان و ماجرا رو اینا میچرخه. من چیزی ازش نمیگم چون صدا قسمتش پخش شده، نمیخوام اسپویل بشه اینجا چون قرار فقط معرفی بکنیم. مالکوم اسپلمن و دریک کولستاد که نویسنده فیلم جان ویکم بود قراره که این فیلم رو فیلمنامه‌شو بنویسن و چند تا قسمت از سریال سرگذشت ندیمه رو کارگردانی کرده بودن و کارشون خیلی خوب بود و اون سریال من فصل 4مش در حال پخش و یکی از سریال خیلی خوبیه که بعدا بهتون معرفی میکنم. خب در مورد زمان پخش این سریال بهتون بگم که این سریال جمعه ها پخش میشه از شبکه دیزنی پلاس، ولی خب ما هم میتونیم خیلی راحت اون رو دسترسی داشته باشیم، نیاز به شبکه دیزنی پلاس نداریم، همه میدونن. بعد از طرف دیگه این که این سریال قراره که با دو یا سه تا پروژه دیگه که قراره در آینده از مارول معرفی بشن ارتباط داشته باشه، ولی خب فعلا هیچ اطلاعاتی در موردشون ندادن که ما بدونیم چی هستن یا اسمی ازشون گفته باشه، ولی خب قراره که با دو سه تا در ارتباط باشه. اونو در آینده اگه خبری شد حتما بهتون میگم. خب اگه قرار بشه در مورد امتیاز این سریال صحبت کنیم، این سریال توی IMDb امتیاز 8 از 10 گرفته و راتن تومیتوز بهش 92% داده، پس نشون میده که محبوبیتش الکی و بیجا نبوده و خب طرفدارای زیادی هم داره مارول. نکته دیگه که بخوام بهتون بگم اینه که قراره که قسمت به قسمت هر قسمتی که بیادش رو تحلیل کنیم، نقد کنیم و بررسی کنیم. توی کانال یوتیوب میذارمش و اینکه دیگه این ویدیو رو بیش از اندازه کشش نمیدم چون الان هرچی من بخوام توضیح بدم باعث میشه که اسپویل بشه و خب کسی خوشش نمیاد از این قضیه. پس ویدیو رو همینجا تمامش میکنم. مرسی که تماشا کردید. لطفا کانال اینستاگرام رو فالو بکنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارتون رو بزنید که ویدیو جایی ساخته شد سریع بیاید توی صفحه و ویدیو رو ببینید. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. بدرود.